سرخط خبرها. رهبران طالبان در سیاچال بزرگ افتاده این. جنگ شدید بین طالبان در ولایت پنجشیر. واژگون شدن رنجر طالبان در پنجشیر، 12 طالب کشته و زخمی شده این. دکتر مفقود شده در مقر غزنی کشته شد. خودکشی یک مرد جوان در کابل. و هشدار ایالات متحده آمریکا به طالبان: اگر با آزادی شهروندان افغانستان احترام نگذارید، پشتیبانی نخواهید شد. به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. هشدار آمریکا به طالبان: اگر با آزادی شهروندان افغانستان احترام نگذارید، پشتیبانی نخواهید شد. ایالات متحده آمریکا هشدار می‌دهد تا زمانی که طالبان به حقوق بشر و آزادی‌های شهروندان افغانستان احترام نگذارند، از سوی جامعه جهانی پشتیبانی نخواهند شد. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که آمریکا به تلاش‌های خود درباره ترویج و پیشبرد حقوق بشر و آزادی‌های انسانی در افغانستان ادامه می‌دهد. سخنگوی این وزارت می‌افزاید که محدودیت‌های ویزی آمریکا بر 6 مقام طالب که در ایجاد محدودیت‌ها بر زنان به ویژه در بخش آموزش و تحصیل دست داشتن وضع شده است. از سوی هم توماس فیس، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، در تویتر خود نگاشته است که در دیدار با مقام‌های آلمانی درباره برگشت بانوان به کار و چگونگی ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان گفتگو کرده است. نایت پرس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در یک نشست خبری در آمریکا از عملکردهای طالبان در برابر زنان انتقاد می‌کند و می‌گوید تا زمانی که این گروه حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی همه شهروندان به شمول زنان را در افغانستان رعایت نکنند، از جامعه جهانی انتظار پشتیبانی نداشته باشد. آقای پرس تعهد می‌کند که آمریکا به تلاش‌های خود درباره دستیابی شهروندان افغانستان با آزادی و حقوق بشر ادامه می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت طالبان تا زمانی که به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ام افغان‌ها به شمول زنان و دختران احترام نکنند، نمی‌توانند انتظار احترام و پشتیبانی جامعه جهانی را داشته باشند. ما اقدام‌های طالبان را به شدت محکوم می‌کنیم. ایالات متحده آمریکا در کنار مردم افغانستان می‌ایستد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بخش از سخنرانی‌هایش در نشست خبری می‌گوید که آمریکا محدودیت ویزا را بر 6 مقام طالب که در محدود کردن زنان در کار و آموزش دست داشتند وضع کرده است. این مقام آمریکایی اما از این 6 تن نام نمی‌برد. دکتر مفقود شده در مقر غزنی کشته شد. منابع محلی در غزنی از دریافت جسد یک دکتر خبر دادند که شام روز گذشته مفقود شده بود. منابع از این ولایت روز شنبه 15 دلوه گفتند که این دکتر جوان افتخار احمد نام داشت و شام روز گذشته از سایه سمنقلی ولسوالی مقر این ولایت با یک اراده موتر نو فلدر مفقود شده بود. منابع تاکید دارند که جسد این دکتر چاشت امروز از مربوطات ولسوالی مقر دریافت و به کلینیک صحی منتقل شده است. گفته می شود که موتر این دکتر به سرقت برده شده است. طالبان تا اکنون در مورد این رویداد چیزی نگفتند. واژگون شدن رنجر طالبان در پنجشیر، 12 طالب کشته و زخمی شدند. منابع محلی گفتند که یک رنجر گروه طالبان در شهرستان آبشار ولایت پنجشیر واژگون شده که از اثر آن 9 طالب کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. منابع روز شنبه 15 دلوه به خبرگزاری صدای افغانستان گفتند حوالی شام روز گذشته یک رنجر طالبان که از مرکز شهرستان آبشار به سمت منطقه پنگال در حرکت بوده از جاده منحرف و واژگون شده که در نتیجه 9 تن از نیروهای طالبان جان باخته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان تا اکنون در مورد این رویداد و کشته شدن نیروهایشان صحبت نکردن. پیش از این نیز در رویدادهای مشابه به نیروهای طالبان در ولایت پنجشیر تلفات سنگین وارد شده است.
جنگ شدید میان طالبان در پنجشیر. بر اساس گزارش منابع محلی، فرمانده امنی طالبان برای شهرستان دره با افراد فرمانده امنی این گروه برای ولایت پنجشیر درگیر شدند. منابع معتبر روز شنبه 15 دلوه به خبرگزاری صدای افغانستان گفتند روز گذشته افراد طیب حقانی، فرمانده امنی طالبان در پنجشیر با مصطفی فرمانده امنی شهرستان دره بر سر انتقال اسلحه و مهمات با هم درگیر شدند. به گفته منابع، مصطفی فرمانده امنی شهرستان دره قصد داشته مقدار جنگ افزار و مهمات را از این شهرستان به جای نامعلوم انتقال دهد که نیروهای مولوی طیب حقانی، فرمانده امنی پنجشیر ممانعت کرده و باعث درگیری میان دو طرف شده است. منابع افزودند نیروهای مولوی طیب ادعا دارند که مصطفی قصد سرقت جنگ افزار و مهمات ذخیره‌گاه فرماندهی امنی شهرستان دره را داشت و آنها مانع این کار او شدند. بر بنیاد گفته های منابع، پس از درگیری مولوی حقانی فرمانده امنی پنجشیر به شهرستان دره رفته و مصطفی فرمانده این شهرستان را با افرادش مورد لطم و کوب قرار دادند. همچنان منابع تصریح کردند 3 تن از نیروهای فرمانده امنی شهرستان دره به نامهای امیرالدین، محمد قیام و خوشدل به دستور مولوی حقانی بازداشت و به مرکز ولایت پنجشیر انتقال شدند. گفته می شود مصطفی فرمانده امنی شهرستان دره هنوز تحت نظارت استخبارات طالبان قرار دارد و حق بیرون شدن از این شهرستان برای داده نشده است. پیش از این نیز افراد طالبان در ولایت پنجشیر با هم درگیر شدند که منجر به تلفات دو طرف شده بود. رهبران طالبان در یک سیاچال بزرگ افتادند. جبهه آزادی تهدیدی جدی برای طالبان. حشمت رادفر، نویسنده و روزنامه‌نگار در گفتگو با ایندیپندنت فارسی گفته است که جبهه آزادی با مدیریت و تکتیک جنگی که داشته تا اکنون موفق عمل کرده و با تلفات کمتر کار مؤثر را در برابر طالبان انجام داده است. خودکشی یک مرد جوان در کابل. منابع گفتند که یک جوان 24 ساله در نای دوم شهر کابل دست به خودکشی زده است. منابع روز شنبه 14 دلوه به خبرگزاری صدای افغانستان گفتند این جوان روز گذشته به دلیل فقر و بیکاری دست به خودکشی زده است. در یک هفته اخیر چند جوان در بدخشان، بلخ و غور خودکشی کردند که فقر، بیکاری و خشونت‌های خانوادگی انگیزه این خودکشی ها گفته شده است. سپاس که تا این دم با ما بودید. چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.